نکنید آقا جان، خوش باشید. اینم مال تو. دست شما درد نکنه. به سلامت باشه برنده بشید. یا مولاي از پولا کمتر نیارید. یه 250 هم به من کمک کن. او تو برم گدا. خدا عوضت بده. بازیکن بودی قبلا ها؟ قربان. بفرم بالا. تاکسی هستی یا شخصی؟ این وقت شب تاکسی کجا بود؟ بفرم بالا. اسم جناب عالی؟ هی والله. اوه اوه هیبت الله خان. از اسم ترس برم داشت. سوارت میشه. سوارت میشه. بزن بریم. اختلاط کنیم اینقدر تقلل نکنید فایده نداره اگرم جاده شفرده کنید بله بچه ها تا پاره یلا پاره جلا کوزه بندشو بردارین مثلا نکنید یلا خالی کن گاراجو این داشتون نهیده بودم خیلی خوشتید دیگه هم نمیبینی چطور میگه؟ مثل آفتاب روشنه که تو خیال نداری قرضتو بدی آق بسر به همون آفتاب قسم خیال دادنشو دارم پول دادنشو ندارم جون که داری که رفی جون آقا جون که با شما پول نمیشه که با صبرت سایر بده کارا که میشه آقا بسر آره همه دستگیرشو میشه که پول برادرهای شمداز خاردنه نیست داره در به همون سبق خونه هایی که شماشون رو دزدیدین قسم من پول شما رو تا یک آخرش میدم هرچند که پول زوره ولی میدم چی گفته که پول زوره؟ پول زوره دیگه تو قمار باختم پول دستی که نیست پول زوره پول قمار از پول دستی از اون شما واجب‌تره ولی نترس پوری نمی‌کشونه اول شکنجه‌ات میدین بعدن دارت میزنیم ما نمی‌شه دارم بزنیم بعد شکنجه‌ات بخو سر تاج کن نکن یواش چرا سر تا دارم زدی سرم درگیش میره الان واقعیت داره الان خوبه چشم بیلی بیلی میره آخه گونه مادر یعنی پای منو جون مادرت من یه نامه این کاغذ داعش ازت نوشته درسته؟ آره اون یه میلیونره نزنید دارم نزنید تا برم تهران از داعشم پول بگیرم واسه پول بیارم بهتون قول میدم باور کنید راست میگه جون مادرتون منو بیارید پایین بیارش مایی بسر یوا بیارش مایی چقدر سنگینه اگه بذاریم برم و سر هفته با پول برمیگردم میام این برنگشتید چی؟ اگه برنگشتم عین خودتون شم دوزدم بعد باشی با کاش داد بسر نکنه راست بکن اگه قراماشو بری بدون بردن شم دوز نمیری قبوله؟ قبوله خیلی خوب حالا بخون بینم چی نوشته بخون خدمت برادر نه نه چند خط پایین ترشو بکن داشتم میخوندم پسر داداش چون از تصدق سرت اینجا تو شهر تهرون کاروبار داشتم از قبل میاد صدای داشتم خدای نکرده یه روزی روزگاری به پولی چیزی احتیاج داشتی از داشت رو درواسی نکن آدرس منم که میدونی همون سابقیه تهران خیابان خوش میدان دست خوش خوشمن بیاد زهر مار بیاد سه من تبریز خورده تازه که اتاقش هم نداره بده بسم الله الرحمن الرحیم خیال نکنی با این زن طرفی ها تا حالا هیچکی نتونسته پول آهو خانم شیرکشو بخوره میخوای همینجا پولت کنم من گردنم همون نازکره اجازه بده یالا وای به حالت اگه نتونی فراهم کنی جایی به سلفون کنه به به جان چی شده توی موقع روز اومدی یه چیزی تو اتاقم جا گذاشتم ببینم تو با همه بدهکارات اینطوری رفتار میکنی نه توش استثنام داره آها یه نفر بیارم از خودم فردا میام بفرسته مدیری کرایه اتاق ما عقب افتاده اما جوونیم جاهلیم کار میکنیم و میدیم نگران نباش تو حسابت با دیگرون سوا قربان مرامه 100 سال دیگه هم ندی قابلی نداره اصلا مسافرخونه مال خودت قربون صاحبش برم که تو باشی یه شب ترگور برگور کن بریم یه گوشه دنج عشقی بزنیم دوتایی خیلی خفته مرگ تو از قدیم گفتم واسه کسی بمیر که برات چاپ کنه چاپ که قابل نداره ما حاضریم واسه خاطر تو آنفولانسای هنگ کنگی بگیریم اگه راست میگی و حرفت حرفیه پس چرا میخوای بپری پله آخر قربونت برم الهی دست خودم نیست من بلند پروازم نه جونم نردبون پله پله اول خواستگاری خب بعد بله برون همون برون بندند و زود عقد کنون بعدش هم ما نیستیم ما حاضریم شاهد بیاریم که اصلا خر معکورگی دوم نداشته واسه چی؟ واسه این که ما اهل زن گرفتن نیستیم تو میری نه بابا پس انتظار داشتی به نزد کی ترگل ورگل کنم و بیام باهات عشق خب به نزد دله دل من اختیارش دست عقلمه پس من و تو آبمون توی جوب نمیره همین خب نمیره که نره راستی چاله خیال میکردم تا از زیر بچه به عمل اومدی اما امروز سرکله فک و فامیلات پیدا شد فک فامیلای من؟ جون حتما داشمه آقا داش فهمیدم. چطور شد؟ چطور شد؟ کلفتی به سرت نزنه. حکم جلب تو جیبم پاسمانم نبنره. پول بلند خاموش. به زبون خوش تو از 10500 چند چوب بده و جونتو خلاص کن. چرا 12500 تومن؟ من که همش 7500 تومن بده کارم. کرش حساب نمی‌کنی آخه؟ کر خر کرش رنگ زیاده. ای بر پدر نزول و نزول خور لعنت. مخلص کلام سر پیش پات می‌ذاریم. یا پولو بده یا همینجا فل مجلس بدون خون ریزی خفت می‌کنیم یا میندازیم زندون. پول که ندارم بدم. خودت هم میدونی که با کشتن من واسهتون درد سر. آخه بچم که برفتیم زندون آفونک بخوریم. بله. بابا بازم به پولتون نمیرسی. چرا وقتی افتادی تو الافتونی عمه خاله برادری چیزی پیدا میشه که قرضت بده. آی گفتی، گل گفتی. داش یادم میرفت که یه داش ثروتمندم دارم. نگاه کنین، ببینید تو نامش چی نوشته. نگاه داشون یه شهر آبادان هست و برادره. جاد خالی که ببینی چه کیابیایی دارم. پول من پارو بالا میره. خلاص اگه یه وفاست گرفتاری پیش اومد بیا پیش خودم که تو پره قو خوابیدم. میگم مثل که عوضی اومدیم برای بچه. بچه عوضی اومدیم. آخه اینجا که هتل نیست، مسافرخونه. سلام علیکم. وعلیکم. داشم کجا؟ داشتون کیه؟ صاحبه اینجا دیگه. آو خانم اگر شماست؟ آو خانم. آو خانم دیگه کیه؟ صاحب اینجا دیگه بابا. بچه داره میگه بابا. چیه بچه؟ چه خبره اینقدر شلوغش کردی؟ من با شما کار ندارم خانم. من داشم احسانو میخوام. چرش آمین. اسی. آمین. پسا تویی. سلام داداش. آ سلام. بونت برم علی. داشم. نوکرتم. نوکرتم. بیار مامان داداش. تو برم. ببینم بس خوب نگاه کنم. آفرین پسر. تو با خودت یه مرد شدی. چش کنه دیگه. آخ ببخشید آقا خانوم داشم همین خوشبختم. خیلی خوشبختم. بله بله نوکرتم امیر خان. شاکرتم. چرا نمی‌دونم سرپانی گردشی؟ بفرمایید تو رستوران. بفرمایید بفرمایید. بفرمایید. چی باید بود؟ خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید بشینید. رستوران متعلق به شماست. چرا عین کنه چسبیدی به من؟ بفرمایید دیگه. بشینید اونجا تا ترتیب کارتون رو بدم. بفرمایید بشینید دیگه. همین چسبم با آدم. بشینید اونجا. برو ببینم. آره بشینید. فرما فرما فرما. آخیش. یا الله آخه. نوکرته، نوکرته، نوکرته. قربون شما، قربون شما. اونا نوکرت هم ای همچین. راستش امیر جون قربون شما، قربون شما. اونا کی هم؟ اونا چیزن؟ محافظام هم. باریکلا تو، محافظم که داری. چک کنید. خب تعریف کن، ببینیم داشت جون. تعریف ها که پیش شما تقدر نه. منه؟ سیگارم کن. سیگار داری؟ سیگار؟ سیگار بفرمایید. قربون شما، قربون شما. بخ بخ بخ. خیلی ممنون. خب ببینم فندکی کبری. بیار بالا جانم، بیار بالا. ممنونم جانم. خب دیگه خیلی ممنون. بریم بشین سر جاتون. بشینیم ببینم. بشینید. خب داداش جون الحمدلله شنیدم کاروبارت خیلی خوبه. عد بدک نیست. تو هم که شنیدم اوضاع خیلی سکته. بفرمایید. دست شما درد نکنه. یا خانم میبینید داداش خیلی نوکرشه. آقایی رو چه برم؟ میگم آره که آقا داداش تشریف آوردن چطوره به اتفاق بیان خواستگاری بعدش هم بله برون و بند اندازون و همون برون و اخ کنون. باز که شروع کردی آقا خانم مگه بازار آزها چه بیداره؟ اینجوری منو به داداشت معرفی نکن میترسم فکر و خیال بد بکنه. امیر خان اون خیلی موسموس میکنه اما خیال تخت باشه تا سیغه رو جاری نکنه هیچی بهش نمیواسه. باریکلا خوش آمد. بهش رو نده. نمیدم جون شما. آره خلاصه وضع ما خیلی میزون بود تا اینکه چند وقت پیش کشتی خریدیم به چه گندگی. خب اما بدشانسی هنوز قصه اولش ندیده بودیم که با یه عالمه کالای تجارتی غرق شد رفت دریا. ما هم همینجور ناغافل انبارمون آتیش گرفت و یه عالمه ضرر دادیم. حالا واسه یه کار تجارتی نون آبدار 20000 تومان کسری داریم. خدا رو شکر که تو سرزده وارد شدی. از قضا منم واسه یه معامله شیرین 15000 تومان کسری دارم. این پولا که واسه تو پول نیست. 20000 تومانم بده به من که یه وارکی 35000 تومان کسر موجوده. خب حالا تو این کارو بکن. هر چی باشه تو داداش بزرگتری. آخه از قدیم ندیما وظیفه کوچیک‌تر و بزرگتر رو تقسیم کردن. گذشت از بزرگتره، پول از کوچیک‌تر. اون کوچیک داداش صاف و پوست کنده بهت بگم اونا محافظای من نیستن، طلبکارن. جدی؟ پس با نوکرای من همکارم. نکنه تو هم وضعت مثل من باشه؟ مگه وضع تو چجوریه؟ خراب. برو خدا رو شکر کن، چون وضع من خیلی خرابتره. آره میگه چی کار کنی؟ الله ببینم موضوع چیه؟ یه کشیده بزن تو گوش من. آره حبیث دست که شما دستم کنم آق داداش به هر بکن. چی شد؟ داداش یواش بزنی؟ یواش میزنم، گریه نکن آق داداشون با عرض مرد من تو دیگه آقا بلند کنه بلند کنه یاد گرفت بگی دست بیدر داره چی رو اومدم؟ خودو کجا؟ سب کن منم بیا به تیر داغون کرد ماشین بلا سب کن ای خدا کمرم نازنینم سلام عرض کردم مخلصم فراری قربان تو ماشین ما چی کار میکنی؟ برای فرار قربان تو برم فرار از دست کی؟ از دست مصبرخانی چی بی پیر 10 روز تمام پول بدی کردم قربان منتظر یک فرصت طلایی بودم بزنم به چاک شما برادران طلایی دشی آوردین آب گلالود کردین هم خودم ماهی گرفتین هم بنده فراری با تمام قد و لفانه تعظیم عرض میکنم قربان چاکرم مخلصم خیلی میرم خودشی بابا دیگه بینم گفتی اسم چیچیلوه؟ زنگالو ما آقاره باش بره خدا زنگالو یه باش بابا زردالو نگفتیم اقید میخن دیگه ببینم خیلی مونده برسیم به ویلاد آقای زنگالو پروش مونده کمش رفته قربانه درد حسابی تو که خود ویلاد داری تو مسافرخونه چی کار میکردی آخه؟ بنده خدمت جناب علی عرض کردم از طفولیت آدم ماجراجویی بوده فصل به فصل دنبال ماجرا یه علاقه قشلاق میکنم دی ویلاتو چند خریدی آقای ماجراجو گورشم اگر خریده باشم قربان تو برام دوست ندارم جدی میری دوزیدیش نه جان بردم سر بازی قمار بردم بازی بردی من تو قماربازم هستی اختیار داری قربان بفرما وسایل ابزارکار من همیشه حاضر و آماده است بپرید بزنید سر چی من میگم آدم باز یا همه چی داشته باشه یا هیچی تو جیپو بزن وسط اونم ویلا رو یه ده آباد بهتر از 100 شهر خرابه چی بزنیم قربان؟ پاسور میزنیم پاسور چهار برگی باش من میریسم سر ماشین حزیرش نزنیم من میگیرم بفرم دار میکنه 10 چرخ برده همینگی هست دان سوال باد دیگه جوش آورد؟ نه قربان، این دفعه خود بنده جوش آوردم ببینم شما گروسنتن نیستم چرا؟ من که به روغن سوزی افتادم اما ناگفته نمونه که جیبام عین کف دستام پاکه ببینم، تو پول مول داری؟ ای پول داشتم که با امید تو پانم شما از آبادان بیام تهرون دلت خوشم راست میگه والا بنده هم اگه پول داشتم از دست مسافرخانگی فرار نمیکردم که گیر دوتا مفلس بیفتم اینم این راست میگه ولی نهار خوردم باقیدی من پولمون لازم نداره پس ماچ میخوا؟ نه قربان تو برم فقط فکر لازم داره دونم که شما نداریم بنده دارم خیالیشون ببینم یالا اون یکی تا گفتم خالیشی نه خود گوش میکنی یکی دنبال من رفت بودی فهمیدی یا نه یکی خیلی خوب بابا دستورم میده بیا مفت خوشن خودکشی میکنی یکی بیام ببینم ببر قضیه شده سرویس رو برام بده یه خود برات اومده بفهمه چی دانی؟ میشه 18 تومن و 5000. عرض کردم میشه 18 تومن و 5000. 20 تومانی دادم بابا. بکی؟ دیه اشتباه میکنی جونم. نه جونم نه، جلو چشمی آقا بهت دادم اینو بپرس. درست آقا، همون وقتی من 50 تومانی دادم این آقا یه دونه 20 تومانی دادم. شما 50 تومانی دادی؟ پس میخوای بگی منم میگی؟ پس بگو بندم 3 تومانی رو ندادم. بابا تو کی 100 تومانی دادی بیمار بابا؟ آقا جون من 20 تومانی دادم. درست همون موقع که آقا 100 تومانی داد دیگه. نه کی 100 تومانی دادم؟ چی میزنم توی دهنت که به قورباغه بگی عمو جانم من جوری این دو تا آقای محترم به تو 100 تومانی ندادم. آقا جان بگو دیگه آقای آی با کولا آی بی کولا. یه 100 تومانی گوشیشم پاره بود، گذاشتون کشو مردی تو بگش نگه این گناه مردم نجور بدبختی بیچاره این نیم در من این همه پول آوردم با خودم 10 تومن 20 تومن اون وقت پول تو بدبختی میخوام بخورم. این قبله دروغ میگه، قبله بزنه به اون کمر کچل تو. اگر یک دفعه دیگه بگی پول ندادی همچین میزنم که سال دیگه با برف بیای پایین، فهمیدی؟ نه من حوصله جربه صحبت رو ندارم. بس که گفتم دادم با مرگ تو باورم شد. داد صاحب کو منو کجا داری میری؟ دارم میرم سر قبر پدر جناب علی فاتحه مفت بخونم. پسر من آمدم اینجا کنار دریا این همه پول آوردم خرج کنم، اگر یک بار دیگه مزاحمت فراهم کنیم میرم جندرمری از دست تو شکایت میکنم تا بیام بگیرم پوست سر کچل تو بکنم، فهمیدی؟ نه بدبخت بیچاره بی پدر مادر. بارشتون لعنه تا تمه 20 تومن مام سر کو وقتم بیشتر ارزش داره. با اجازه آقا واسه اما بقیه 50 تومانی من بالا کشیدنی نیستش، بده به گارسونات بابت انعام بچا بگیره نظر. خداحافظ. شما چی دارین میگه؟ همسر مفت میخورن میزنن این کاسه پدرتو مادشو ترکیبتونه بارم. خوب سیر شدی آقا جولتی هستی و نار مو کردیو داری در میاد. الکیگم سیر شد گورگوری باخم برای چطور شد خانم سرکار که انشالله پول ندادین هنوز؟ نه حالا میخوام بدم. 32 تومن و 5000 میشه. اما خوب کلای سرت گذاشتن. دوستن دیگه خانم، دوستای سرگردنن دیگه. تو رو خدا راست میگین، اونا دوست بودن. هرچی؟ دوست شاخدام نداره خانم. اوه چه عالی، من تا حالا دوست ندیده بودم. بیا باقیش خانم بده بچه ها. خدا نجاتم بده. یالا گاز بدمش برسیم دیگه. بابا بلگونه میگه گاز بدیم. خوبه خوبه خوریده همینجوری خوبه تا کنار برو ببینم همین. آه ماشاءالله آفرینه. غذای مفت و خودی زور بده. مواظب خودت باش، حال مفت درم نکنی ره نیفتی. کنم اینو خانم نگیر زد با کو. تو چرا به او خوب دادی؟ بفهم پایین به خیر گذشت. بیا پایین خانم جلو. نترس خانم جان من اینجام. یواش تکیه بده اینجا. ماشاءالله ماشاءالله. شما به هم عمر دوباره دادین آقا. نمیدونم با چه زبونی ازت باز دوباره زبانی و فلوس. میدونیم آقا مادمزل تشکر لازم نیست، من وظیفه‌مو انجام دادم. جون شما. پاکنا ببین آقا اون هیچ کار از خوشگله، همه کار منم. من یادش دادم که چریختی بپره تو ماشین شما و فلفر نجاتتون بده. نفهمیدم حالا دیگه تو یادم دادی حیفنو زنگلو کی یادش داد؟ بندی خفه شو خانم جان. ریاست این گروه عوضی با بنده است که از همه عوضی ترم. اگر میل دارین اون عمر دوباره ای که به شما بخشیدیم از شیر مادر به شما حلالتر باشه ده شما هم در عوض به ما پول ببخشین قربانم. ولی من حرفی ندارم، ولی پولی که قابل شما رو داشته باشه همرام نیست. نترس بنده خودم قابلش میکنم خانم جان. باور بفرمایید خانم جان هر سب بده کارین بدبخت و فراری. خیلی معذرت میخوام که شما رو به جلو آوردم آقایون. حادثه‌ای که برام اتفاق افتاد به کلی منو گیج کرد. ببینم خب وایسین تماشاتون کنم. شما همون دوزه‌ای هستین که سر مهمونخونه چی رو کلا گذاشتین، درسته؟ دوز؟ بله دیگه. عوضی گرفتی خوشگله. اصلا به ریخت ما میاد که دوز باشین. لازم نیست برای من جانم از آب بکشین، من که مأمور پلیس نیستم. اتفاقا خیلی هم دوزا رو دوست دارم. دوزا رو دوست داری؟ آره. تو رو خدا بذارین سیر تماشاتون کنم. من تا حالا دوز ندیده بودم. وای که امروز بهترین روز زندگیمه. من کیش بکنم؟ چرا کیفشو لخ کنی؟ خودشو لخ کن. نزگو نفت. من یه دوز جوان مردم، یه نسبت دوری هم با جوان مرد قطاب دارم. نترسین من خودم شما را از چنگی نوکتون میدم. ساده کی باشی؟ وای خدا جونم چقدر لذت بخشی. دوستو دارن سر من با هم دعوا دیده با خانم جم پول رد کن بیاد بگرنه خفت میکودم با خوده. خیلی خوب گوش کنین، اگه شما به پول خیلی احتیاج دارین میتونین توسط من پول زیادی به چنگ بیارین. چجوری؟ آقا چجوری الگیت میزنی؟ چجوری جان بگو. خیلی ساده است. مغزتونو به کار بندازین تا بفهمید. آقا خانم دوز اگه مغز داشت که دوز نمیشد. بیا تا دستیون بکنیم. میگم دیگه عالیه. دختره من با من دارم میگم نه من میگم اینم کمه دو واشو. پولاش کو کار میکنی؟ یا بدن همش ممدنش میبره. بابا لباسا رو بریزین تو چمیدون. من کی گفتم پول تو چمیدونه؟ پس اون پول زیاد کجاست؟ خنگای خدا اینجا که غیر از من و شماها کسی نیست. اگه طالب پول زیادین منو بدزدین. ما دوزیم که چی را شکر هم چی را شد؟ همین که خانموی من بفهمه که منو دزدیدین یه عالمه پول واسهتون می‌ذاره. پس بخانه یابو پیدا بده دوزدین. احمق بیارزه تنلش، تو چطور موفق نشدی از پس یه دختر بی دست و پا بر بیایی؟ قربان عرض کردم که من داشتم موفق می شدم که ناغافل اون سه نفر سر رسیدن و نجاتش دادن، بعدم نازی خانمو سوار کردن با خودشون. کجا؟ والا چه عرض کنم؟ چرا تعقیبشون نکردی که ببینی کجا میرن؟ آخه من یه نفر بودم، اونا سه نفر بودن. ترسوی بزدل. قربان دیگه کاری نداریم براتون انجام بدم. خون بکیر. باید منتظر بمونیم تا از نازی خبری بشه، بعد در یه فرصت مناسب دیگه از میون برش داریم. خب خوب جماله عموی عزیزم بل. من موقع رفتن به ویلا با حادثه دلخراش و غم‌انگیزی روبرو شدم. خب عده‌ای دزد قهار و جانی بلفتره مرا دزدیدن. نه فهمیدم حالا دیگه ما جانی بلفتره شدیم. آقا ببخشید هرکول بی نفس خود بینمیشه دی برای من که میگم بازی اون نداریم. آنها به حد سنگدل و بی عاطفه و پست و ناجوانمرد هستن. بابا شما نکنه بابا ویلش کن جان. خب اگر با تقاضایشان موافقت نکنید مرا تکه تکه خواهند کرد. کیا؟ ما؟ نه خوشگله این لکه ها به ما نمیچسبه. من یکی رو میبینی دستمو که رود بلند نمیکنم هیچی، به امید خدا خودتو بلند میکنم. با اینکه داداش بزرگتری اما غلط میکنی. راست میگه نازی خانم، با آن جفت چشمان سیاحت که تا چشمان مرا نشانه میگیرند این دل صاف مردم عین کبوتر چاهی تیر خورده پرپر میزند. قسم آن دستی که بخواد تو را اذیت بنماید و روی تو بلند شود از همینجا قلمش مینماید. ببین از کجا قلم میخونه. تقاضای این آدم دزدان ناجوانمرد این است که مبلغ شما چقدر پول لازم دارین؟ والا بسته به کرم شما با ورم عموجه نیدی هرچی میخوایی بینیس قربانه. ببین خانم خوشگله ما اهل چکچونه نیستیم. آره. رو کراس حرفامونو میزنیم. ما سه نفریم، نفری 2000 تومن هم کمتر نمیگیریم. چی؟ چی؟ یعنی 6000 تومن؟ از زبانی نشون یه سه ذاتن گده زده از خانم جان اگه تخفیفا میخوای از معلمان بگیرده قربانه. ها چی؟ یعنی من اول جان سفید 100 تومن، سرخ سفید 300 تومن، حالا اگه رسید به نزی بیا 2000 تومن که نفری 3000 تومن به ما رسید. نه 4000 تومن نفری. 5000 تومن. نه خانه خراب میشه که پشم با ما چانی میزنه. نفری 50000 تومن که بشه 150000 تومن. 150000 تومن؟ ای بابا میخوای عموتو ورشکست کنی مگه؟ با 150000 تومن خیلی زیاد. آخه سنگ بزرگ علامت نزدنه، میترسم عمو تو بزنه. غلط میکنی، مگه میخواد از جیبش بگیره؟ چی؟ عموم گور نداره که کفن داشته باشه، تمام دارایی و ثروتش مال خودم. حالا خان باشد خانگولی خان نمیبخشه. آخه به شما چه مربوطه بابا جان؟ باقی رو بگو ببینم جریان چیه. من بچه بودم که بابام مرحوم شده و وصیت کرد که عموم قیمم باشه. وقتی هم به سن قانونی رسیدم چون عموم تمام کارا رو قبضه کرده بود و منم ناوارد بودم برای مدت 5 سال اونو وکیل بلاعزل خودم کردم. خب حالا که از خودت میخوای ببخشی 50000 تومن واسه ما کافیه. 150000 تومن حرفم نداری. ایدیکیت اتاق اصناف از کارشم نمیشد کرد. وقتی میگم درن با گرم فروشی ارزان فروشی مبارزی میکنم شما عجل میکنین که نخیر. خب پس موافقت شد نه؟ باقیشو بینیش ببینم چی میشه. اگر رأس موعد مقرر پول را نپردازید یا به پلیس اطلاع دهید مرا زنده در آتش میزنم. این سرخوسته دختر برادرتان نازی. با زنگالو نکن بازی. بیا زنگالو نامره بگی بس 60 برو شهر بینم. کجا برم نیست بشه بی عرض میدهی برای من. تا برسی شهر صبح شده. باشد صبرم میفتم که زور برسم نهرم مجانی هم بخورم ده بابا. یالا حرکت کن. بیا دیگه تنبلی نکن. بینم چشم. چشم رابیو چشم یه قربان چشم بشیب نزنی زنگالو برو پاسر من شبان روز دهت از این پوله رو با گدرگوشنه این وار اونوار میدم اینه بیدی برو میریم بابا برو شیطانی نکنی نکلکه خب باعثه شما برم اتاق نه خواهش میکنم این کار با برادر کوچیک داره جونه من آره کار منه اختیار داری هرکی باشه با بود آشه بزرگ نه مرگت من خودم جا شما را تبد کنم که تو کوچیک بزرگی سرت نشه پسرم چرا؟ این کار با رترم برو کنم میگم هر دوم میریم خیلی خوب هر دوم یه چیزی من خودم بزرگی بیشتر کنم با اجازه مادمازل بفرمایید خانم بفرمایید سی خیلی متشکرم قومتیش در اومده خب دیگه شب بخیر بود نه خب دیگه شب بخیر داداش جون کجای کاری او شب بخیر نفهمیدم تو کجا داره میری میرم بالا مواظبش باشم لازم نکرده نه یه وقت فرار میکنه ها واسه کی فرار میکنه ها خودش این نون تو دومن ما گشته فرار میکنه اگه پشیمون شد و زد به چا چی؟ باشه، واسه که خاطر جمع بشی خودم میرم بالا بغلش میگیرم میخوام بابا چه میرم خودم چه جوجه اگه قرار باشه کسی تو اتاق بخوابه اون منم تویی میدونیم اصلا جفتمون میریم بالا میگیریم میخوابیم اوکی تپی دارم نکه کجای پسر؟ بلند شو بیا! امیر! چیه بابا تو اول تو بیری؟ امیر! رفتنه به چاک! بالا رفتی چی کار تو؟ نه گفتم خشیمونشو میزنه به چاک! بریم دنبالش! خوشا دیگه! خوشا! یه نباید دور شده باشه! صبحی! اومدم قربان دیگه تو زمان نکش برو به کارت! سلام عرض کردم قربان! شما چرا پیرن داره اولی سرما نخورین! سلام عرض کردم قربان! پیغو میداده؟ خیر قربان یه دنه نامه سفارشی دوست قبضه برای شما فرستاده بفرمایید سلام عرض کردم قربان ببینم شما جناب علی اینجا کدبانوی منزل داشتید من پرستارم پرستار چیشی قربان سگی گربه انتری اولاغی چیشی است؟ من پرستار آقا هستم ببخشید بنده از انتو معذرت میخوام ببینم این دوتا چرا بد کرده؟ آه 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 مال خودم رو بردو عجب جان رجب آقا گفتم عجب نگفتم رجب که تو جواب میدی ببخشید در حال ما رو تنها بذارین شما وایسه جنم شما با منید وایسه خرید ایشم با منید اونم بره نه من برو جنم بسن برو به درد نمیخوره دیگه آدم دزد پس فطرت خبیث با بنده بودید قربان بنده که از این ارزه ندارم تصدق جناب علی برم شما عوازی کجا رفتی قربان واسه تو بر بیابان قربان چند تا مرد نامرد مسلط تپانچه با اینجای بنده گذاشتن و فرمودن این نامه رو میبری میدی اونجا پول میگیری برمیگردی میای بعد ما جناب علی را میکشیم منم از ترس جان ما جان جناب علی بروی زمین نباشه به شرافت دزدی من قسم زنده میماند من به شما قول میدم قول شرافت و اگر موفق نشم پول رو فراهم کنم و بپردازم ما سه نفریم قربان هر نفری سه بار ایشان را میکشیم بعد پوستش را غلفتی میکنیم او را به سیخ کشیده کبابش میکنیم که جزغاله باشه بعد هم خاکستر او را به در میزنیم که اثری از آثار او باقی نماند قول شرف میدی؟ قول شرف؟ بله بله بنده قول شرف میدم قول شرفت مندنه بله شد داشته باشین تا من ترتیب کارتونو بدم تمام شد دیرم دیریم برم سلام قربان چی شده؟ یا اینو بگیر بخون تا بفهمی چی شده گرچه تو بی عرضه موقعیت به اون خوبی رو از دست دادی ولی شانس با من بود حالا خیال دارین چیکار کنیم قربان تو چی به فکرت میرسه؟ اینا که تهدید کردن اگه به پلیس اطلاع بدین نازی خانمو زنده زنده میسوزونن خب باید به پلیس اطلاع بدین دیگه ای احمق نفا اومدیم و پلیس دزدا رو دستگیر کرد و نازی رو نجات داد من مرگ نازی رو میخوام نه نجات اونو بله باید کاری کنیم که نازی به دست آدم دزدا کشته بشه خوب شده بله خوب شد آوردم. آوردی؟ شروع شد. تدارک کشتن دیدن. شروع کردن به کشتن. از سایه در حال کشتنن. کشتن. کشتنش. تمام شد رفت به کارش. آسوده شدی. میگم با زبان خوش این پول بده کلکه بکن آقا جان. اگه کشتنش دیگه چه پولی بده؟ آقا لم مخارج کفن دفن بده من حسابی هرچی باشه برادر زاده ای تو بود یا نه؟ آشو گورتو گم کن برو. حالا دیگه گور منو گم کنم برم؟ اگه نمیخوای به جرم آدم دزدی و آدم کشی به پلیس نزن. گردن من در مقابل پلیس از مو هم نازک‌تره. ما رفتیم قربان دیدار به جهنم آقا جان. بسیار خوب. چشم. چشم. آقای اموخان. اقلا 5 تا یه تومانی بودی من بنزین بزنم تا اون ندارم. یه دنه تاکسیگر بودی دود بزنم. برو بیرون. هفت پشت تو گیدست بخوردم. گم شو. نه زبانو بکرد. ابو جبار بالا قربان پندر صدا کردیم. گم شو برو بیرون. آه مردشو این دم شما رو برد دماغ من رفت. بیا بالا قربان گوش کن. تعقیبش کن. اگه همکاراش نازی رو کشته باشن چه بهتر. اما اگر نکشته باشن تو بکشش میندازیم گردن. برو بیرون. داداشت کجا؟ رفت شون یه چی شکار کنی نه؟ فکر نکنم. اون برخلاف تو شکارچی ماهری نیم. ما شکارچی ماهری هم؟ بله. چه چی شکار کردیم ما؟ منو یه خلایا خوام یه چیزی هم ما شکار ایبا اینو دیدی؟ بالاخره داشتم یه چیز واسه اون شکار کرد. الان که دنبال شکارش سر میرسه و مزاحممون میشه. نه خوشتری قالش بدیریم بریم یه که دنیز تا شب برنگردیم. آره سب کن برم یه لباس گرم بپوشم و بیا. یه کاردم بیا سر اینو ببریم. چه عشق میکنیم جای دنج شکارم بتشون. سود هم بلد نیست. سلام علیکم. امیر کجاست؟ والا یه کار واجبی واسش پیش اومد رفت شهر. قرار شد من و تو با هم بریم یه گوشه دنج و تو شب برنگردی. راستشو بگو. دروغم چیه؟ هر جور میخوای بگم. اگه پیداش کردی بده کله منو بشکن. به دوز باشم. اما دروغگو نیست. ببینم اون تو کیه؟ هیچکی. فقط من و تو. داداش. آبی داداش. خوشو از روش خفه میشه اون تو. بیا تو بگم که سنگی بشه تکون نکنه. بیرو بکنم. نه نه چه باب نمیکنه. منم دوش اونم میشه. یا اون ولش چه دیگه؟ اومدی بیرون. برو به بازو تو. کوچنه بنس. کوچن داد نوری تو مو تو. زنده رو با پول اومد. تو تکیه پولا بود. پولا تو انگلو. پول؟ کدام پول؟ چه کشکی چه پشمی؟ شما خیال میکنین من منزل حدم تعیین فرستادینگی؟ چی؟ پس نگرفتی؟ نداد که بگیرم. نگرفتم. کی نداد؟ عمو جان نگو یابو بگو. عمو نگو دشمن جان بگو. بخونه تو تشنه از قربانت بره. آخه واسه چی؟ ما بی خودی در نامه نوشته بودیم که پول بده تا خارزاده تو را آزاد بکنیم. اگر می نوشتیم که پول بده تا برادر زاده جناب علی رو سر ببریم زودتر پول میداد تو بمیری. اینو خودش بهت گفت؟ که با زبان جانوران گفت. برای به سرش بیارم که خودش حس کنه. برو کنار بریم. گوش کن چی میگم. الان خیلی دیر وقته تو هم عصبانیتی. امشب اینجا بمون فکراتو بکن. فردا صبح برو. آره خوشگله. میمونه تا چشمت پوشه. با من دیگه بینم. برو کنار. با من گردن گلوفتی نکن. برو خوب میذارم تا. باش ببینم ناکه خواب میزنی آره؟ چه مرگت نصف شبه چرا نمیذاری بخوابی پسر؟ رفته بودید سراغ نازی چیکار؟ بابا ما یه دقیقه رفته بودیم آب بخوریم. آره جونم رفته بودیم آب بخوریم. نکن خفت بکنم ببینی دروغ نمیکنم. بابا اومدی؟ چی شد؟ بازم اومد من خیلی میترسم. همه اولی بود؟ آره دیری گفتم کار من نیست نفله. نفهمیدم پس کار کیه؟ غیر از من و تو زنگالو که کسی اینجا نیست. میکشمش. نه این کارو نکنی. صبر کن. خدایا صبر کن با هم بکشیمش. برو کنی حتما خودش بوده. نه چی بخواهد جانم؟ چیه؟ حرف بزن چرا میزنی؟ بگم حرف بزن آقا جان چه لالباسی در آوردی؟ نامرده حرف بزنی ناخه چند شیره میزی سریع کردم پلو بگم چی شده حرف بزنی بگم سب ما باید بیارم بگم بدبخته حالا حرف بزن چی آمدی سر من داری منو میزنی ناخه من عادتو دارم بدبخته واسه که تو نوبت خوابیدیم تو با چه جراتی خارج از نوبت رفتی سراغش؟ شوخی میکنی بابنده اصلا من توی صف شما نیستم که خارج از نوبت رفته باشم سراغش من یک دانه نم کرده منزل عمو جان دارم که یک دانه اون میارزه به هزار تا اینا قربان تو برم پس کدوم نامردی بوده که رفته بالا سرش؟ والا بیل میره دیدی یکی قبل از من نوبت گرفت بود آویا کمک کنید بیاین اون بابا اومد آره چه ریختی بود میدونم ببینم اصلا شبیه آدمیزاد بود یا دراکولا بود نمیدونم ولی من که میترسم اینجا بخوابم خیلی خوب بی پایین پیش خودم بخواب چرا پیش تو بخوابم پیش خودم میخوابم بابا حلوای نزلی تقسیم میکنم بین خودشان اصلا بیا بالو خودم بخوام تو اینجا جای نازی خانم میخوابی نازی میاد پایین فهمیدی راست میگه شما بخوابید شما برید پایین همچار میزنه میگه بنده تو این منزل اشکارم خانه خراب توی ویلای من برای من گردن کلفتی میکنه نه بابا بله نه بفرمایید خانم بفرمایید شباله سری بیچاره میخوایم بیارن این گاف بفرمایید حواست چاپ هلالا حرامت هم بشه ان شاء الله من امشب میخوام آمریکایی بقوام سراغ من ای خدا بوداد پدر مادر تجاوز کرد گرفتم دوستی گرفتم با غوره حیف بگیریم تجاوز کرد فرقه نه مردی جلو چه بگیریم همین بی پدر مادر آمده سراغ من یقه منه گرفت تو بگیریم پدر مادرت در بده خودشی بکشیم ای ناکس نالوتی حرف از منم تو کی هستی حرف بزن کاشی کامتو سفره نکردم سفره دلتو پرزنش دادم پرزنش دادم حرف بگونه به چی تو را فرستاده؟ حرف بزن دستی گرداریم میگم بگو عادل خان منو معمول کرده که اونو بکشمش خدا عادل خان معمولم کرده که بکشمش خدایا نکن نزی جان گریه نکن نگفتم این عمو جان جناب علی این یابو جان جناب علی دیگه بکپ چشه دیدی ماموریت در اون دختره بیچاره رو بکشه دیدی الان عجب نامردایی پیدا میشن آجا آروم بگی نازی تو بودوی همه جاره بگردینا خدا خسته شدم وای مردم آقا چیکار کردی جناب علی پیدا شد؟ هیچی نبود نه تو چیکار کردی آقا جان؟ پیداش نشدم زنگولی با مرگ تو تمام کنار دریا رو زیر رو کردم آب دریا رو غلبال کردم آب شده رفته توی دهن سگ تو بیمیری بریم تو بریم پدرم در آمد من که از کمر افتادم بیا تو خیلی خسته شدی بیا تو عجب بدبختی من بخدا کیف دنیا را آیت میکنن حمالیش بنده باید بکنم ای بخشکیش هست که باید حمل خوشخور میزنی میلا بده ماشین بده آخر عمری نوکریم بکن این یه گوز بالا ببینم این ابو طیاره بی سب هنوز درست نشد چرا بابا درست شد بذار درش بذارم میترسم بازم سر کله یارو پیدا بشه برو کنار من میشینم برو کنار خودت یه آخره بکن گوزشون دوره گردن کلوفتی ماشین من مگه تو یاد رفته اون سر بازی نشستیم ستایی 21 بازی کردیم از شما بردم ماشین برو کنه گده گوشنه جون احمد شیرهی کاشتی بله یه ترش غمپلون بغلش میکره بینشی تو عدای من درنه یه تو بیمیری زدم ها باره بینه باره دعوه این دوتا با من بله تو اگه خدای نکرده تو طوری بشی ارثت به عمود میرسه آره اون تنها فامیل من ولی تو که میگفتی خودت به اون وکالت دادی سال دیگه وکالتش تموم میشه. جناب علی الان چیکار میخوای بکنی؟ قلم به من بگو. باید خودم رو به عموم نشون ندم تا یه سال بگذره. بله خب مهمون خودمون بگذره. نکنم چرا لوشن ریزی. بابا جوش آورده چش داری هنوز 1 کیلو مونده. جوش آورده. جوش آورده. این ماشین 20 ماشین نیست شما هیچ چیزی بالا برو پایین بیا سبد بگیر. این ماشین لردیه. اینو بعد سوار بشه آدم فقط بره حمام. برو بابا با این ابو تایرا دم تا جوش میاره. بله بزن یه دفعه تو رو سوارش میدوشه میاره. اینو فوتش کنی یخ کنه تمام برگردم. بله خب برو دو تا برگرد ببینیم. حالا چیکار کنیم؟ تو اکشنسی پشت به اکشنسی. خواب از قدم بعضی هست دیگه. منظور چی؟ همه طوری گفتم. یا الله بگو اینا منظورت چیه؟ ما شروع کردیم. قول نده. قول میدم. قول نده. میگم دیگه چه قول نده. نده. قول میدم. قول میدم. الان خب اینا من با این بار کردم. تو با کی جمع کنه؟ چطوری؟ میخوای قفش را بدم که سر تو باطلا؟ اگه کی باشی مردش نمیدونم که این کارو بکنه. نمیبینی؟ نه. پدر مادرت نه. چه دیالا دیگه؟ درامایی که تام می‌کنی، تو نفهمیدی. تو روش نمی‌کنی. یه رو بلکن. خب می‌کنم. ای خودت زیشتی. آخه شما هم برادری. خب حسابشو خب برسن. خوبه؟ الان تو آب میزنی سنگارو برو اینا رو سوارشون کن همدیگه رو کشتن ای برم کشتن آبو میشه بدنم آبو ای برو اونا رو سوارشون کن ماشبودی برم سوار کنم بیا اصلا پرورایی یا بره بیرون بس دیگه نره اینگه رو بردم بریم بیرون بزن چه سرما بخونی بالا خب تو میزنی یا من بزنم حق نداره من بزنم چه بابا آخ افتاده باشا نمیتونم بزن خودت بلند کن خودت بلند کن خواهیت هم بکن من جونشو ندارم با تو تکون بده دیگه دیر نمیشه برو نظر دعوا کنم خدایا دارن همسیزم میکشتن بیا یکی دیگه بزن آب داداش آب داداشو داداش چه تو زنگال اوزی بین داشم چه شد داداش زدی مادر مادر درم بودی دهنی زنگالی بیا چی کارت کردم این بیابان مرده کشی بابا من زنگال اوزی آقا بابا بیا حکیم باشی زودی مالگی بخونه کجا حکیم باشی بگیرم چون بیابون مادر یه دیگه نفس نگه در تو برات مالکی داری میمیره ای خدا حکیم باش ای سلام سلام آقا این جنازه از آوردیم داشم زدم تو چشش من زدم تو چشش بذار چشمش را ببینم فکر میکنم 65 در رفته باشه برای مردی که زده تو چشمش 65 در رفته حالا چه خاکی بسر ما بریزی بیا من 66 تا گس بگیرم صبح زود بسته‌بندی شده تحویلتون میدم باشه دیگه زنگالو باشه من سر داشی بریم بلند شو دیگه وقت خوابت کردی باشه من که خوابیدم خودم خبر ندادم این انقدر خورنه است میکشه نمیذارم خبره ایوان دیگه چیه؟ این که منظر مجسمه ابوالهول فاطمه خان نترسید این که حکیم باشه؟ چطور مریضتون رو نمیشناسید؟ نفهمیدم این مریض ما؟ ولی تو که میگفتی فقط شست پاش شکسته حکیم باشه؟ شست پاش رو گچ گرفتم دیدم بالاترش هم شکسته است این بود که گچ گرفتم اومدم بالای بالا گوشو دیگه بالاتر نیامدی وگرنه تمام در پیکر و ستون بتونه باید گچ میگرفتی از دلم میخواست که این دریچه‌رم بگیرم که یک وقت هوا نخورد به چاد اما مصالح پیدا نمیشه گچ گران شده حرف میزنه آواز بخواه چی میگی داداشون من که نفهم تو چی داره میگه هر که بشه میفهمی چی داره میگه به نظرم گوش نشست براش سوپ درست کردم الان بیارم آقا من خراب سوپ از این سلاقه جوری بودیم تو کو سوپ حاضر است سوپ حاضر است بلده بده بخوره چقدر داغه مواظب باش بیا بخو دادشون میگه کل جوانم کلاشو میخواد نازی آخه کلا رو میخواد چیکار کنه خیلی خوب الان میارم بیا بخو دادشون بابا دهنتو بخو دهنتو نمیخوره نه جانتو به نظرم این دبلیو سی داره حقاقو میکنه داخل ببینم کلا رو بابا خب حکیم باشه حالا ما با اون چیکار کنیم هیچی بقیه دیگه ببرینش تهرون اگه تو راه تمام کرد یک روز از همون ببرینش کرد ببرینش مریض خونه خودشون میفرستن بهشته آقا خانه خراب بیا بدبخت تو که اینجوری گچ گرفتی ما چجوری از این در اینو بفرستیم بیرون آقا ما از این مریض زیاد داشتیم خودمون میدونیم چیکار با متد چرشه خانه خراب اینو گچ گرفته یواش یواش مواظب باش سرش نگه کار کرده نمیتونم تکونش بدم قربونت برم چرا زور داره میگی خب برو ببین جاشمه جریان چیه چرا همین بابا یکی به جلوی نمیگیره قربونت دارم الهی بکش کنار 100 دفعه گفتم بازم میگم نردبون پله پله دل بر مرغیه پا داره آره خیلی خوب باشه راستی برای بچه ها رو که میشناسی بله غیر از خانم خدمت همشون رسیدم سلام اوه چه غلطی کردم سلام کردم آخه میکنی کرایتو نمیدی در میری آره جمالم هنوز نفهمیدی با کی طرفی نفله بیزر بی سبب آقا بزرگ مدیم با هم ندن بله همین روزها از خجالت در میایم قاچاق کشف کردیم و قراره به امید خدا 20000 تومان حق کشفشو بگیریم بله اگه راست میگین قرضتونو بدین که طلبکاراتون پاشنه در اینجا رو ور ندارن اونم رو تخم چشمم این خانم تیتیش مامانی که دنبالت را افتاده با ایشان نیستم با اوشانم نکنه از اونجور زنامه چه حرفا؟ ببخشید خانم بهتون بر نخوره ما باید مواظب به کارمون باشیم ببین آهو جون بهتر از خودت نباشه نازی خانم عینهو اسمش نازه طفلی از خانواده اعیون اشراف هم هست اما یه عموی ناتو داره که ثروت و داراییشو بالا اگه خدا بخواد از حلقومش میشیم بیرون خلاصه علل حساب مهمون ماست تا بعد ببینیم چی میشه خیلی خوب اینو بگی ببینم بله شما میگی مهمان خانه چی هستی میدنی که مهمان حبیب خدا است منکرش لعنت کجا بودین چرا اینقدر دیر کردی؟ چه خبر مگه؟ مجلس نامزدیه وای به حال دوما کیه دوما؟ عروس کیه؟ خوب نگاه کن میشناسی نکنه میخوای بگی آهوه خودشه دیگه در سخته ببین چه میکنه بیان بشینه اینجا بیان اینجا بشین اینجا اونجا هر جا که می جنبونم میتونست مال تو باشه، دیگه نیست دیگه نیست، آره جونم مالا مال دگریست دگریست. آه کرخوندی و کرخوندی از غافل جا موندی، کرخوندی و کرخوندی از غافل جا موندی. میتونست مال تو باش، دیگه نیست دیگه نیست، آره جونم حالا مال دگریست دگریست. آه کرخوندی و کرخوندی از غافل جا موندی، کرخوندی و کرخوندی از غافل جا موندی. جونم حالا مال دگریست دگریست. آه کرخوندی و کرخوندی از غافل جا موندی، کرخوندی و کرخوندی از غافل جا موندی. بیا عزیزی دلم، تصدومتو باشم در بس جم. تبریک میگم آقا، ممنونم، انشالله مبارک میشه. چی رو تبریک میگی؟ همگه میشه تو بیکسه کار نیستن که اگه حرف بزنی همچی تو گوشت میزنم برق صفات از گوشه تو بپرم. من میزنم من. مجلس نامزدیشونه دیگه. بله مجلس نامزدی توه. مگه ما چمونه؟ نفهمیدم چی دیگه، ناغافلی شانس در کنم من زدارت کارت زد. چیه؟ دستکشمو دست کنم یا نه؟ نه بابا قابل نیست. از اون چی لوس؟ این دستکش نمیخواد. ای بابا چیکار میکنی؟ بوشو ببینم گوشو ببینم. کوتک میخواد تنش میخره، تا کوتک نخوره درم نمیشه. بیزه زمین منه. میخوام ببینم این نامزد چند مرده حلاجه. محلاجه چرا ناراحت میشی؟ دختر بالاخره باید شوهر کنه. آخه داداش تو که زن گرفتن نیستی، با چی جلو عروسی مردمو میگیری آخه؟ مرض داره همین. مگه ما زن بعد میگیری؟ تصمیم گرفتی؟ آره منو میگی. با درد زن گرفتن نمیخورم، فاتحه منو بغنی. یواش از اونوری میری، این داره دست داره بابا جان، دست چپم داره اوله. یادت باشه که ما داشه بزرگتری، ما حرفا رو ما وارد نمی‌کنیم. مگه ما بعد حرف می‌زنیم؟ نه ولی من گردنم کلوفتره. مگه گردن کلوفتیه؟ آره جونم بدهی من زیاد. خب آقا باش بریم، باش بریم. خب سلام کو. سلام علیکم. سلام آقا. ببخشید آقای وکیل تشریف دارن؟ بگم چی کارشون داره؟ بگی یه مشتری تر و تازه اومده. اجازه بدین الان. نه شما زحمت بکشید. راه رو بلدین قربون شما. باشین آبجی، راحت باشین. ما علیکم. ما علیکم. سلام جناب. شهر کوچولوها. درسته که شما از ایشون وکالت دارین، ولی بعد نیست که اینجور معاملات به اطلاعشون برسه. من بدون اجازه اون آب نمیخورم. خب من دیگه ارزی ندارم. فقط هر چه زودتر اسناد زمینا رو آزاد کنین چون خیال فروش اون رو در اولین فرصت اقدام. خدا نگهدار. سلام. خوش آمدید آقای. مرحمت عالی کم نشه. خداحافظ شما. بله بفرمایید، فرمایشی داشتین؟ ما از طرف بله؟ لا لا هلا خب تو بگو. ما از طرف نازی خانم اومدیم. بله کدوم نازی خانم؟ والا چطوری بگم، همون نازی خانم دیگه، فامیل خوبی دارن. نازی احسانپور. عجب عجب، پس چطور آقای احسانپور رو نشناختین؟ همین آقا که رفتن، عادل خان عموی نازی خانم بودن دیگه. خوب که دلوش حرفی نزدیم ولی گندش در آمده بوده. بهتره اصل جریان با آقای وکیل بگیم که اومده تو مسافرخونه. تو اجازه داری که بگی؟ آقای وکیل نازی از ترس عموش خونش رو ترک کرده اومده پیش من. پیش ما الانم تو مسافرخونه شیرکش زندگی میکنه. از اونجا بکشش بیرون، ببر تو همون کلبه آدم دزدا و سربه‌نیزش کن. چرا اونجا قربان؟ ابله که جایی بهتر از اونجا. اگه اونجا کشته بشه گناهش به گردن آدم دزدا میفته، اما به شرفم قسم اگر باز شکست خورده برگردی یا با یه گلوله به درک باتاره. بدبختانه از دست منم کاری ساخته نیست. وکالت بلاغت در زبون ساده تر بگم، یا خدای نکرده نازی خانم باید بمیره یا عادل خان، و الا وکالت همینجوری به قوت خودش باقی میمونه. ولی شما که فرمودین سه مورد، سومیشه درسته. مورد سوم اینه که عادل خان مهجور بشه. مهجور یعنی چی؟ یعنی دیوونه بشه جانم دیگه. فهمیدی؟ مهجور یعنی دیوونه. ما میپرسیدی دیگه. هرچی باشه ما کلی بده کاری بهتر از تو میفهمی. میگم از چی میشه که همچی باشه؟ خب میشه دیگه. خانم کجا؟ طبقه بالا. طبقه بالا خودو. آهو چی شد؟ اینا چی کار میکردن اینجا؟ آهو واکن بره. چی شده آهو؟ نازیه بردن. کجا بردن؟ بردن ویلای بنده قربان. تو کجا میدونی؟ وقتی احمد من از تست خودم زدم بیهوشی، تمام حرفاشو با گوشه خودم شنیدم. اینو با من مثلا زرنگی کردی، خودتو زدی به بیهوشی، گذاشتی دختره رو بردارن ببرن. اینجا معامله جنب باید میگم من کوچک بزنی که علو فشنگی است. این حالا وقت این حرفا نیست، پاشو بریم دنبال. یالا ببینم متن خدا. رادیو خاصه پورا پاک. رادیو ببینم. خدا. جون بابا گاز بده. ماشین که دیگه به درد من نمیخوره. گاز بده، برو بریم. خدایا من چقدر بدبختم. اینم عموس که من دارم. داداش بزنه. داداش ماما. یکم به حسابم. آفرین. پدر من گاجی مره. بس دیگه. تو رو به جوانیت قسم. تو رو خدا به من رحم کن. تو چرا به این دختر معصوم رحم نکردی ناکس؟ من بی تقصیرم. والا بله هر کاری میکنم دستور عادل خانه به جون شما. آخه بی پدر مادر ناکس. اگر از ظالم خان به تو بگوی خودت در بزن، خودت حلقه بیز میکنی یا نمرد. از دست جونم مجبورم هر کاری میگه بکنم. آخه شما که نمیشناسینش. قسم خورده که اگه من خبر مرگ نازی خانم واسش نبرم منو میکشه. خوش بر سرت کنن لنده هور. مثلا اگه ببری چه گلی به سرت میزنه؟ نه بگو چه گلی به سرت میزنه. آره 20,000 تومان به من بده. این از اون ناکسای روزگارش. بزنش داداش بزنش. صبر کن. داداش کنف نکن بزن. چیه؟ یه فکری به مخم زد. سلام قربان. سلام. آن چه خبر؟ کار تموم شد. کشتمش قربان. میخوام اول جنازه رو ببینم که خیالم کاملا راحت بشه. اشکالی داره؟ نه اشکال نداره. بفرمی قربان. شما رو جلو بفرمی. اونهاش خودش قربان. بسیار بسیار. من طاقت دیدن این جور مناظر رو ندارم. زودتر چالش کن. چشم. جناب علی دست بزن زیر بغل من. ریدم درم رم. خدایا شکرت که به ما نعمت دادی، ثروت بدی، رسترت دی. خدایا شکرت که به ما حق خالیه بابا. بابا این خیالاتی شده زده به کله. بریم بابا، بریم بخفتیم بابا. بابا این چه وضعیه؟ این چه کاریه؟ والا به خدا چیزی نیست، بریم بگیریم. چطور نیست؟ من با چشمای خودم دیدم، باور کنی بابا. با والا نیست، بفرمایید خودتون بریم ببینید. آره خودتون بریم ببینید. پیکارتون بریم، پیکارتون بیاین، بریم بیاین بریم بابا. عجیبه چه تنی اینطور باشه. آخر نیست، تو تخت بودا. عجب جان رد من که تو که نصف گوشتم آب کردی. برو گم شو. چشم. چل شده معلومه چشه. منم روح سرگشتی، منم روح سرگشتی. عموی نابکار مرا کشتی. منم روح سرگشتی. الهی الهی من غلط کردم، منو ببخش. ای روح سرگشتی، چلونه عموی نابکار مرا کشتی. عموی نابکار مرا کشتی. من نوچرتم. نه برو کنم، برو کنم، رحم کن. برو کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. برو کنم، برو کنم. این روح سرگشته. برو کنم. من هم سکته میکنم. برو پری خانم، پری خانم، پری خانم بیا بیا بیا. ها آقا رفته به شکل درست پید بشاشم داده به مخش آقا. چجوری رفتی بالا؟ آقا بخوش حیمانه. آقا بیا پایین. آقا بیا پایین. آقا چی؟ من این بالا چی کار میکنم؟ عجب جان رجب. فرمایشی دارین آقا؟ ملدر ناشتاییتونو بیارم بالا؟ نه منو بیارین، بیارین پایین. رفتن براتون نردبون بیارن آقا. مگه من وقتی اومدم بالا با نردبون اومدم بالا؟ فرض کنه قربان اجازه میدین از دکتر براتون وقت بگیرم؟ آره. مگه من مریضم؟ منظورم روان پزشکه نه پزشک. دیوونه خودتی نه من. من دیوونه نیستم، من دیوونه نیستم. اومدن آمد. سلام علیکم. من باید سلام کنم. من باید برم تو. سلام علیکم. سلام علیکم. شما تشریف داشته باشین. من الان آقا رو خبر میدم. بکنین خبر کنین. بچه دروی میگم که تو چرا قوز میکنی بچه مرشد؟ من باید قوز کنم. مرشد منم. خیلی خوب تو قوز کن. سلام علیکم. میگم آینه رو یکی هم توشه. آره بفرمایید. این دیگه چه مسخره بازیه. سنبالی بالای کن. سنبالی بالای کن. خب من حاضرم. حاضر بچه دروی چه آواز بخونه بگو چی میخواد. آخ نامحرم در اتاق نباشد زنگیرم جن میگیرم جنیرم جن میگیرم. فهمیدم بابا. بفرمایید بفرمایید خالیشین. خلوت کن اتاق. خلوت میخواد جن. بیرون بیرون. جنگیر میخواد جنگیر. همه بیرون. بریم بیرون. همه چی میزونه. خیلی خوب حاضر باشید. بچه درویش جان درویش بنده حاضرم. دایره کورشون کرشون خرشون را دور آقا ترسیم بفرمایید. سیماشو کاشوپاتی میکنم. بشین بینم اینجا. بشین بینم. مگه گاف میزنی زمین بچه؟ اولاق میزنم زمین. یعنی زدم خیته تو بکش. خیته نیم خیت رستشه. یه خیت زیادیش میکنه. اگه پا تو از این دایره بذاری بیرون یا به پشت سرت نگاه کنی مار قاشیه تو رو بغل میکنی میبره تو سوراخ خیش. اونجا اینقدر بهت میزنه نیش که نفهمی از کدوم طرف خوردی. بچه درویش به پا کنار زیر دست پا له نشی. در آینه نگاه کن و به من بگو جنازه میبینی یا روح؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. اگه حلال زاده باشی هیچی نمیبینی. اما اگر نباشی دارم میبینم. ای بران شیری که خوردی لعنت. جنازه است یا روح؟ مرحوم است یا مرحومه؟ مرحومه. باکره است یا بیکره؟ باکره. ای روح باکره مربا مرخصی برگرد به سرزمین ارواح که پشیمان میشی. آقا برگرد برگرد. معلومه که میره. داره میره. از عقب هم داره میره. چارشاق مونده مارش جن میمونه. خب خیال نکنم از دستش جان سالم به درد ببری. چرا که روح باکره کینه شطری دارد. اما دوای دردت پیش مرشد جنگیرد. اگر طالبی بگو تابشت بدهم. معلومه که طالبم. خب پس باید دستورات مولانا پشمالدین بخارایی را به کار ببری که فرمودن. چه فرمودن؟ چه فرمودن؟ چه فرمودن؟ چه فرمودن پشمالدین بخارایی؟ فرمود روح باکره به امر خداوند حجب و حیای فراوان دارد و هرگاه به مجلسی وارد شود که حاضران مجلس لخت و برهنه باشند خروج کرده و هرگز دخول نکند که نکند که نکند. زدم سیم آخر همه رختاش داره وردم. لختش خشنگه ها. نشنیدین چی گفتم؟ یالا لخشین. هر کی میخواد سر کارش باقی بمونه و از حقوق و مزایا استفاده کنه باید لخشه. هر کی لخ نشه از همین ساعت اخراجه. دیوونگی رو بهانه کرده که تن و بدن منو دیز بزنه. فوتره اینا من لخ نمیشم میرم. بلکه وجاهت دسته کو. دیگه کسی نیست که اخراج شدن رو به لخ شدن ترجیح بده. آخه ما لخ میشیم پدرمون هم لخ میشه. آقا این حرفا چیه شما بزنید؟ آقا این دیریو هم دراریم یا باشه. اینم زیری بپا. یکی هم داریم آقا. آقا ما دستمون رو برداریم یا بلیم باشم خوشش میاد آقا. میدهی آقا از بیکاری که بهتره. سلام علیکم. آفر از این به بعد همه تو این خونه اینجوری راه میرن. شهر لختی ها بیدار شو. ای روح باکره مگه نمیبینی من لختم؟ پس چرا فرار نمی کنی؟ انتظار داری از اینم لختر بشم؟ فقط یه شورت کوچولو پوشیدم. تو رو ارواح پدرت اینو دیگه تفیز بده. برو دیگه خجالت بکش. برو دار. پس رو تو بکن اون وقت. اموی نابکار مرا کشته. اموی نابکار مرا کشته. نکن ممک کنیم به دادم برسیم. نکن جای مردم رو الان میخواد منو بکشه. وای جون یه روز یه افتاده یا باشو نگاه کنید کنم خدا قاتل اکسانپور دیشب در حالی که لخت تو خیابونا میدوید توسط افراد پلیس دستگیر و روانه تیمارستان شد. نقشمو خوب گرفت ها. تو موش دیگه حواس آدم کشی به کلش نزنه. گفتی گل گفتی. بفرمایید. خب خانم خیلی کار دارن آره؟ بله با وکیلشون دارن سند رو امضا میکنن. بعدم مستخدمین باید دارن دستبوسیشون. بیا. دست. خب ما رفتیم. کجا؟ دنبال زندگیمون. تو بمون برکه مثل اونای دیگه بتونی برای دستبوسی بری خدمت نازی خانم. کور خوندی هرچی باشه منم داش کوچیکه تو هم. منم مثل دستبوسی ساخته نشدم. دادم بریم. بفرمایید. خیالتون راحت باشه. من خودم ترتیب تمام کارا رو میدم. با اجازه مرحمتتون زیاد خانم. خدافظ. به سلامت. پری؟ بله خانم بیا اینجا. پس امیر و احسان کجا رفتن؟ نمیتونم خانم مثل که عصبانی شدن رفتن. دریای خزر زنگلو لطوفان مگذر زنگلو. سلام سلام علیکم. یکی بیاد منم باد باشه. نازی کو؟ سر کو. یعنی چی؟ اون خیلی کلوف شده آقا خانم دیگه وقت نداره همش سند امضا میکنه. خدا شانس بده ما کی سند امضا میکنیم دلبر؟ به وقتش الان همون واجب تره. مثل دسته گل تمیزش کردم برو حال کن. برو بریم بیا آقا را باشه بادی کرده. شلوغ نکن آقا وقت ندارم با منم اصلا حرف نزن به دلیل اینکه من دیگه مرد ثروتمندی شدم. بیا ببینم کی مرده. کی مرده؟ ها یادت یه روز روزگاری ما یه قاچاقی کشف کردیم. این روز بنده رفتم اون حق الکبش را گرفتم با هزار بدبختی دوندگی و بیچارگی. تو ببینی همه کفشای من پاره شده ولی بالاخره گرفتم. باری کردم. بله سهم خودم ورداشتم سهم شماها را آوردم. این مال تو فهمیدی جان؟ تو هم خیال کن گرفتی. داداش من حالا تو خیال کن که گرفتی. داداش من دیشه من مطمئن تره. فعلا بریم که همومش. برو بریم هموم. بودو. من احمق بگو چرا پولیم بشیم ما دیگه در میاری آخه نگاه کن. واکسی دو قرن بیا جلو. سلام آمو جون امیر کجاست؟ کجا رفتی؟ تو همو من چی شده؟ چرا همتون ناراحتین؟ با وکیلم داشتم خیلی خوب آخرشو خوندم. فکرشو نکن یه روز تو به من کمک کردی حالا نوبت منه که بهت کمک کنم. فعلا داماد تو همومه بریم تو اتاق من. تو بایست بیا اینجا. اون داماد رفته توی حمام ولی این داماد حمام کرده برای ازدواج حاضره با مرگ تو بی خودی غیرت. بیا بریم مرگ تو که نیرسیرم ما چی کنم هیچ لحظه تو حاضره بریم برو تو جمع نی نی نو نو اینو مشتم میخرده نو نو اینو نو چرا همچی میکنی داداش؟ زیر پیرانه میشوری یا تنه تو داری میشوری؟ بعد از زشت میگن اون داداش خراسه. تو کار بزرگترا دخالت نکن. ما 40 ساله که اینجوری حمام میکنیم پسر. برای همینه که 40 سال تنه دوگم میدادی دیگه به این برخورد باز درش میاد. آره بابا لخت شو بیا تو همون که با لباس نمیاد. کجا؟ تشنه ندارم رفتن حمام. همون که همینجا حمام گلشن بکش کنه بینم که رفتن همون بله؟ بله باره در ببن بکشنش بیرو بچه. آخ داداشت تو اومدن